درود به همراهان گرامی و ارجمند. ماه اکتبر ماه صورتی است یا صورتی شده. فعالان مقابل با سرطان این ماه اکتبر رو به ماه اطلاع رسانی درباره سرطان پستان تبدیل کرد و نامگذاری کردن به قصد و هدف آگاهی رسانی و دسترسی زنان به تشخیص، کنترل و درمان مؤثر و به موقع سرطان پستان. همینطور که میدونید مواجه شدن با بیماری سرطان خب واکنش های متفاوتی در آدم ها ایجاد میکنه و شایع ترین سرطان در میان زنان سرطان پستان است و در میان مردان بیماری سرطان مثانه. اما خیلی ها که دچار این سرطان میشن خودداری میکنن، به نوعی در میرن و حاضر نیستن که این تجربیات خودشون رو با دیگران در میان بگذارم تقسیم بکنم، به خصوص منظورم توی فضای عمومی است. بلا اینجوری که گفته میشه خیلی ها به هر حال هر کسی همدم هایی دارد و اونجا قشنگ میگن به هم دیگه، ولی در فضای عمومی این کار رو نمی کنن. امروز من دعوت کردم از مهمان گرامی زهرا باقری شاد، نویسنده، شاعر، فمینیست، پژوهشگر و کنشگر مسائل و مبارزات زنان که چندی پیش دچار بیماری سرطان پستان شد و از او خواستم که اگر مایل هست بیاد و این تجربیات خودش رو با ما در میان بگذاره و با دیگران تقسیم کنه، هرچند که خود او چندین نوشته در فیسبوکش گذاشته بود و به این تجربیاتش اشاره کرده. من همینجا جا داده که یک سپاسگزاری ویژه بکنم از زهرا یا سارا که دعوت منو پذیرفته و حاضر شده که در این مورد گفتگو کنیم. درود بر تو سارا و خیلی خیلی خوشم. سلام سعید جان، خیلی ممنون از شما، سلام به همه کسایی که برنامه رو میبینن یا میشنون و مرسی که شما توی ماه اکتبر صورتی واقعا این وقت به این برنامه به رادیو اختصاص دادید. داشتم توضیحات شما رو میشنیدم، خب یکم تحت تاثیر داشتم قرار میگرفتم، ولی به اونجا که رسیدید داشتید منو معرفی میکردید، آخر همه عنوانایی که گفتید تو ذهنم یه مبتلا به سرطانم گذاشتم، خندم گرفت. نه البته خب هر کسی میتونه دچار این بیماری بشه، ولی من خواستم توضیح بدم برای شنوندگانمون که بدونم که سارا کیست، هرچند که خیلی هم میدونن دیگه، یعنی احتیاج به معرفی های طول دراز نداره. سارا وقتی که آدم میشنوه سرطان گرفته این حال عجیبی شاید با آدم دست بده، اون لحظه مواجهه با سرطان وقتی که شنیدی که سرطان داری چه احساسی به دست داد و چگونه بود؟ میدونید خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید، اون لحظه شنیدن اغلب لحظه خیلی مهمیه. من توی داستان یا روایت هایی که از مبتلایان به سرطان خوندم، چه اونایی که به زبان فارسی نوشتن، چه سوئدی، چه انگلیسی، حتی من رفتم روایت ها رو به زبان مثلا آلمانی پیدا کردم خوندم، همشون از این لحظه به عنوانه یه لحظه مهم حرف میزنن که سوگواریشون از اون لحظه شروع میشه و یه چند روزی طول میکشه، باور نمیکنن اون لحظه اولا، بعد چند روزی طول میکشه تا بتونن باور بکنن و بپذیرن. ولی برای من اون
اون لحظه ای که از جراح هم به صورت رسمی شنیدم که سرطان دارم، سوگواریم تموم شد. به خاطر اینکه من قبل از اینکه جواب رسمی رو بگیرم، وقتی غده رو پیدا کردم خودم میدونستم که این غده سرطانیه. انقدر در این باره خوندم و حتی مقاله های آکادمیک رو سرچ کردم، خوندم، متوجه شدم که این غده معمولی نیست. و وقتی که دیگه ماموگرافی شدم، خیلی سریع هم این اتفاق افتاد، وقتی ماموگرافیش و سونوگرافی شدم و دکتری که سونوگرافی میکرد نمونه گیری کرد و گفت تغییرات سلولی میبینم، اونجا دیگه اون شک کوچیک، یا بهتر بگم امیدواری کوچیکی که داشتم، من برطرف شد و همونجا من سوگواریم شروع شد. شروع کردم به گریه کردن و دیگه مطمئن بودم که این غده سرطانیه. ولی اونا به هم نمیگفتن، اونجا گفتن باید صبر کنیم جواب بیاد، ببینیم چه درمانی میخوایم براش در نظر بگیریم، و بعد برای من وقت جراح تعیین کردن. تا وقتی که من بتونم یه هفته بعدش جراح ملاقات کنم، واقعیتش رو بخواید من مواجهم با سرطان مواجهه با مرگ بود. من بدترین سناریو رو برای خودم در نظر گرفتم، بدترین سناریو رو در ذهنم نوشتم، به خاطر اینکه درباره سرطان پستان خیلی میدونستم و میدونستم این غده بزرگه. حتی میدونستم تقریبا تو چه استیجی هستم به خاطر تحقیقاتی که کرده بودم تو این زمینه. تحقیقات منظورم یعنی سرچ هایی که توی اینترنت کرده بودم، و فقط نمیدونستم که این چقدر پیشرفته است و نمیدونستم که آیا شانس برای درمان دارم، چقدر این شانس متاستاژ کرده این غده. چون آگاهی به اینا نداشتم، خب استرابم خیلی زیاد بود. برای اینکه آدمی که بدون سرطان داره تو چه مرحله ایه، باز یه چشماندازی داره، ولی من هنوز اون چشمانداز رو نداشتم، ولی میدونستم که بله یه غده سرطانی تو بدن منه. برای همینم بدترین سناریو رو در ذهنم داشتم، به خصوص نگرانی به شدت زیادی برای پسر 8 سالم، 7 سال و نیمم، اون موقع 7 سال و نیمه بود داشتم. و اصلا یادم نمیره که من وقتی که برگشتیم از بیمارستان بعد از بیوپسی و نمونه گیری، به همسرم مهداد گفتم من باید با تو صحبت کنم و وصیت کردم براش و بهش گفتم من میدونم این سرطانه، و اون نمیخواست بپذیره. گفتم اجازه بده اینجوری با آرامش پیش بریم، من باید خیالم راحت شه درباره آینده بچه. قشنگ یه برنامه ریزی هایی با همدیگه کردیم. و تا زمانی که میخواستم پزشک جراح رو ملاقات کنم، بیشترین درگیری ها رو داشتم تو ذهنم و اصلا نمیتونستم غذا بخورم، به شدت وزن کم کردم تو اون دوره. و وقتی که جراح رو دیدم، خودم بهش گفتم خب این کانسر دیگه، یعنی میدونستم. و وقتی که به من گفت بله، خب خیلی کوتاه، شاید یه دقیقه فقط، یه گریه خیلی آرومی کردم و سریع خودم رو جمع و جور کردم، برای اینکه دیگه اونجا یک چیزی مثل تلاش برای بقا به من گفت که باید ببینی بعدش چی میشه. و بهش گفتم به من بگو اگرسیوه. و وقتی که گفت نه، با توجه به اطلاعاتی که از سرطان پستان داشتم، نفس راحت کشیدم و بعد بهش گفتم حالا بگو به من گرید چنده. و باز با توجه به اطلاعاتی که داشتم، وقتی که گفت گرید 2، فهمیدم چشمانداز بد نیست و همونجا بلند شدم مهرداد رو بوسیدم، چون که خیلی حالش بد بود، اشک تو چشاش پر بود، و به اون دلداری دادم، گفتم نترسی ها اصلا گرید 2 خیلی خوبه. و خود پرستار و دکتر داشتن با تعجب به من نگاه میکردن که من چطور از اون گریه ناگهان سویش کردم روی فاز دیگه. از همون لحظه راستش رو بخوای سوگواری من تموم شد و تلاش من برای اینکه خب حالا چی کار باید بکنیم شروع شد. و یادم وقتی که ملاقاتم با جراح تموم شد، تماس گرفتم با خواهرم که منتظر بود خبر رو بهش بدم. انقدر خوب خبر رو دادم که خوشحال شد، گفت مرسی خوشحالم کردی، در حالی که خبر سرطان رو بهش داده بودم. ببین، تو نسبت به بیماری سرطان خود گفتی که وقتی که دست دادی و این غده رو لمس کردی، فهمیدی که سرطانه، و اطلاعات و آگاهی هم نسبت به سرطان
زیاد بوده، زیاد خونده بودی و میدونستی که سرطان پایان زندگی نیست و خیلی از سرطان ها این روزا درمان میشه، یعنی لاغت 50% سرطان ها درمان میشه. تو از واژه سوگواری استفاده کردی. چرا سوگواری؟ ببینید، برای اینکه بزرگترین، برای من دست کم میتونم بگم و برای اونایی که دربارش حرف میزنن، بزرگترین چالشیه که ممکنه یک آدم تو زندگی باش مواجه شه و متاسفانه بحث همونطوری که به خوبی اشاره کردید، برداشت ها اینه که سرطان با مرگ مساویه، در حالی که اینطور نیست. حالا میگیم که چرا اینطور نیست، ولی چون این تصور تو ذهن همه ما وجود داره تقریبا، بنابراین فکر میکنیم ما بزرگترین مصیبت رو که تا حالا باش مواجه شدیم اول باید براش سوگواری کنیم. آدم اون لحظه حس میکنه که خیلی زندگی ناعادلانه است. آدم اون لحظه حس میکنه که حتی اگر نمیره دوام پیدا بکنه، یک دوره درمانی به شدت دشواری رو در پیش رو داره و برای این مسئله واقعا آدم سوگوار میشه. لحظاتی پیش میومد که من بعدن حتی تو دوره شیمی درمانی با اینکه پذیرفته بودم بیماریو، فقط بدون اینکه درد داشته باشم گریه میکردم و بعدن متوجه شدم این گریه یک مکانیزمیه که داره اتفاق میفته برای اینکه من آدم سوگواریم، آدمی که یک واقعی بر سرش اومده برای من در اوج زندگیم بود، یعنی داشتم خیلی کارا رو شروع میکردم که این اتفاق افتاد و متوقف شدم. و اون دوره به این دلیل حالا برای من مثل دوره سوگواری بود، برای اینکه برای خودم، برای بچه‌ام، برای همسرم، برای اونایی که دوستشون داشتم، مادرم، پدرم، واقعا گریه میکردم. نه فقط برای اینکه ممکنه من اذیت بشم، میدونستم که سرطان چه دوره درمانی سختی رو میتونه در پیش داشته باشه. اما اجازه بدید حرف شما رو کامل کنم. بله، اینم میدونستم که سرطان به خصوص سرطان پستان با مرگ مساوی نیست. برای همین وقتی اطلاعات رو از دکتر گرفتم آرام شدم. واقعیت اینه که شما اشاره کردید بسیاری از سرطان ها درمان میشن. سرطان پستان در سوئد دست کم 90% قابل درمانه. از هر، متاسفانه تعداد مبتلایان خیلی زیاده، در جهان از هر 8 زن یک زن مبتلا میشه، ولی درمان هم به همون نسبت زیاد هستش. اگرچه رایج ترین سرطان در حال حاضر هست در جهان، ولی بعد از سرطان پروستات درمان پذیر ترین سرطان هم هست، به دلیل اینکه در مراحل اولیه قابل شناساییه. هر چقدر ما بیشتر بر بدنمون کنترل داشته باشیم، معاینه های ماهیانه یادمون نره، ماموگرافی ها رو دقیق بریم بعد از 40 سالگی، احتمال اینکه این سرطان رو کشف بکنیم در مراحل اولیه خیلی بالاست و درمانش هم به همون نسبت چشمنداز بهتری داره. حالا بذارید قدم به قدم پیش بریم. این علائم سرطان پستان چی هست؟ علائم داره که بخواد برای تشخیص دادن سرطان؟ خیلی علائم داره. اتفاقا دلیل اینکه تعداد مبتلایان داره بیشتر میشه، یکی شاید این مطرح میکنند این باشه که معاینات و آگاهی به این علائم بیشتر شده در سالهای اخیر. مهمترین علائمش اینها هست که همه باید بهش توجه داشته باشیم، چون فقط زنها مبتلا نمیشن، مردا هم به سرطان پستان مبتلا میشن. هر گونه تغییر شکل در پستان ها، به خصوص اگر در یک پستان، مثلا اگر یک پستان بزرگتر بشه، به هر حال ما باید جلوی آینه هر بار که لباسمون رو در میاریم خودمون رو خوب ببینیم. در حموم اگر آینه ای هست حتما باید خودمون رو خوب ببینیم. و اگر تغییری دیدیم، یک گوشه ای از پستان بزرگتر از اون یکیه، یک ذره ممکنه نوک پستان افتاده باشه، هر گونه تغییر شکل حتی در پوست پستان، هر جوشی، هر رگ برجسته‌ای که به نظر ما غیر عادیه و قبلا نبوده، هر زخمی که میدونیم قبلا نبوده، اینا همه علائم ظاهری هست. علاوه بر اینها در معایناتی که ما باید هر ماه انجام بدیم، این معاینات هم حتما همه میتونن توی یوتیوب سرچ بکنن پیدا بکنن یا حتی گوگل بکنن بنویسن پیدا بکنن، باید پستان ها رو لمس بکنیم. هر گونه برجستگی که در پستان
حس میکنیم، این ممکنه علامتی از سرطان پستان یا یک توده در پستان باشه که تشخیص اینکه این توده سرطانیه یا خوشقیمه دیگه به عهده ما نیست. به محض اینکه با چیزی برخورد کردیم که قبلا نبوده، توده حتی ممکنه اندازه یک عدس باشه، حتی ممکنه یک خطی باشه به صورت یک سوزن برجستگی باشه، همه اینها رو باید جدی بگیریم، نگیم که برطرف میشه، نگیم حتما یک کیست کوچولوه، به خصوص اگر در خانواده های ما سابقه سرطان پستان، پروستات و پانکراس وجود داشته باشه. این سه تا سرطان هورمونی هستن و به هم وابستن. اگر در خانواده، در نزدیکان ما این سوابق وجود داشته باشه، که باید توجه ما به پستان هامون خیلی بیشتر از اینها باشه. اگر در خانواده نزدیک مثل خواهر، برادر، مادر، پدر باشه، که دیگه باید فراتر از اینها به پزشک مراجعه کنیم برای یه سری معاینات مثل ماموگرافی و سونوگرافی. من برگردیم به اون روند از اونی که اولین خبر شنیدی، مواجه شدی و بعد جواب آزمایش ها، آزمایش ژنتیک اومد، بعد رفتی سونوگرافی، ماموگرافی، بعد اولتراسون احتمالا و بعدش هم MRI. همه اینا رو پشت سر بزنید. به اون لحظه ای که آدم وقتی میشنوه برگردم به صحبت های اول، خب و حتما یک ترس از مرگ هست. یعنی اصلا سرطان وقتی آدم میشنوه خیلی مهیبه، آدم تکون میده. با این که شما این آگاهی رو دارین که الان خودت هم داشتی توضیح میدادی که این قابل درمان بستی داره چه مرحله‌ای باشه اینا، تکون میده و بعد برخی رو به شدت نگران میکنه، یعنی برخی که بیشتر آدم ها به شدت نگران میشن، حالا بعضی در درون خودشون میریزن، بعضی بیرون برون سپاری میکنن. خب در این حال یک تغییری در زندگی آدم میشه. اون تغییرات در زندگی تو، شروع تغییرات با این بیماری چه بود؟ من حراس از مرگ رو، فوبیای مرگ رو متاسفانه حتی پیش از ابتلا به سرطان داشتم. خیلی بدتر به خاطرش دچار پانیک اتک شده بودم در دو دوره از زندگیم، درمان شده بودم. به همین دلیل برای من شاید میتونست خیلی مهیب‌ترم باشه به نوعی، برای اینکه آسیب پذیریم در برابر چیزی، مفهومی به نام مرگ، پدیده به نام مرگ خیلی هم بیشتر بود. و راستش رو بخواید به همین دلیل من فکر میکردم که اگر این خبر رو رسما بشنوم از حال میرم. برای همین تو کیفم اون روز صبح که با مهرداد میرفتیم جواب رو بگیریم از جراح، تو کیفم یه سری خوراکی های شیرین گذاشته بودم و به مهرداد گفته بودم من قش میکنم ها، حواست باشه با اینا منو به هوش بیاری. یعنی من تصور نمیکردم انقدر بتونم مقاوم باشم در برابر شنیدن این خبر حتی، ولی این اتفاق نیفتاد و من خیلی مقاومتر از این حرف ها برخورد کردم که خودم از خودم تعجب کردم، چه برسه به مهرداد که همیشه شاید این تصور درباره من وجود داشت که من ممکنه در برابر یه سری بحران های بزرگ خیلی دوباره دچار پانیک اتک بشم. اما میخوام بهتون بگم اون حراسه اصلا تموم شد در من، برای اینکه با یک واقعیت روبرو شدم. ببینید تا پیش از اون اگر دچار حراس از مرگ می شدم در بره های از زندگیم، یک فوبیایی بودش که واقعیتی پشتش نبود، ولی الان دیگه من با یک واقعیتی مواجه شده بودم. اگرچه متوجه شده بودم که این بیماری چشمنداز خوبی داره در باره من، بیماری من متاستاژ نکرده در اون لحظه، قابل درمانه با دوره های سخت، ولی ممکن من خوب میشم. اما با این همه اون مواجهه من با بیماری که حتی اسمش میتونه هراس برانگیز باشه و قابل پیشبینی هم نیست، یعنی واقعیت حتی چشمنداز بیماری خوب قابل پیشبینی نیست. من ممکنه همین الان که نشستم این قده یه جایی تو بدن من متاستاژ کرده باشه، ولی الان هنوز هیچکی نمیدونه. بنابراین من با اون واقعیت هولناکی که قبلا فکر کردم حالا مرگه، روبرو شدم. پس دیگه حراسی وجود نداشت، خودش روبروی چشمم بود. حالا باید چی کار میکردم؟ خودم رو باید آماده میکردم که اولا اینو بپذیرم، بیشتر بپذیرم، و بعد اینکه اون تغییره که شما گفتید اینجا اتفاق افتاد. فکر کردم بیشتر باید زندگی کنم. واقعا از اون روز دیگه فکر نکردم که مدت طولانی زندگی خواهم کرد.
هنوزم همین احساس رو دارم. هر لحظه فکر میکردم که ممکنه فردایی دیگه نباشه. پسرم رو وقتی بغل میکردم فکر میکردم شاید آخرین باره. برای همین وقتی که میرفتم دنبالش مدرسه توی اون روزایی که پیش از جراحیم وقت داشتم برای جراحیم، خاطرم هست که وقتی میرفتم دنبالش دیگه شتاب رو نداشتم که پسر رو بگیرم بیارم خونه زودی کارا رو بکنیم بخوابه. میبردمش تو کافه مورد علاقه، شیرینی دوست داشتنیش رو بخره، با هم تو کافه بشینیم، با مهرداد بشینیم، من و ماتیار و مهرداد گپ بزنیم. از زندگی برای اینکه بیشتر لذت ببرم هی داشتم بیشتر استفاده میکردم. اشتیاقم نسبت به زندگی بیشتر شده بود و راستشو بخواید اتفاق دیگه‌ای که افتاد تو اون دوره و بعد از اون حتی در دوره شیمی درمانی، قدر مهرورزی ها رو بیشتر دونستم دیگه. برام اینو بدون اغراق میگم، این چیزی نیست که از سر احساس بگم، این تجربه عمیقیه که من داشتم. دیگه اینطوری نبود که راحت از کنار یه پیام محبت آمیز عبور کنم. اگر قبلا تشکر میکردم از اینکه یه پیام محبت آمیز از کسی دریافت کردم، توی اون دوره این پیام برای من یک دنیا خوشبختی بود. برای همینم همیشه نوشتم و گفتم که من در این دوره خیلی محبت دیدم. شاید آدما فکر میکردن منظورم از محبت اینه که همیشه دور و برم پر بود. نه، اینطور نبود. به خاطر اینکه من تحت درمان بودم و شیمی درمانی میشدم، نباید کسی رو ملاقات میکردم و خانواده من، اصلا خانواده کوچک من، محدود شده بودیم، ملاقات نداشتیم با کسی، من زیاد نمیتونستم تلفنی صحبت بکنم. ولی پیام هایی حتی یک خطی دو خطی که می گرفتم از همه آدم هایی که دور و بر ما بودن، وقتی می شنیدم حتی دارن با مهرداد تلفنی صحبت می کنن، حال اونو بچه و منو می پرسن، اینا برای من معنای زندگی شده بود و داشتم می فهمیدم که توی این زندگی که میتونه به کوتاهی روشن و خاموش کردن یک چراغ باشه برای هر انسان، چه چیزهایی دیگه بر من مهمه. مهمترین چیزها این بودش که بتونم این رنج رو تاب بیارم. تاب آوردن رنج برای من شده بود یک ارزشی که باید کمک میگرفتم از بقیه برای اینکه اون رو تحمل بکنم. یعنی این تاب آوردن رنج و لذت بردن از زندگی حتی در همون شرایط سختی که وجود داشت نگاه من رو تغییر داده بود. چون قبل از اون من عجله داشتم برای اینکه بتونم یه برنامه ریزی های برای زندگی داشته باشم، ولی لذت نمی بردم. شخصا دارم اینو میگم و میدونم که این فقط من نبودم، خیلی ها ممکنه اینجوری زندگی بکنیم. لذت بردن هم منظورم اون لذت بردن حالا به معنای کمرشیل نیست الزامن، همون حس کردن این که وقتی تو در شرایطی هستی تنها نیستی. من خیلی چیزها درباره تنها شدن آدما تو بیماری، دوران بیماری سخت خونده بودم، کسایی که روایت‌های خودشون رو نوشته بودن و میدونستم که آدم توی این دوره خیلی تنها میشه و تجربه من، البته اگرچه به نوعی ما هم تنها شدیم به خاطر اون محدودیت های فیزیکی که وجود داشت، نباید ملاقات هایی می داشتیم با بقیه، ولی تجربه من اتفاقا چیز دیگری بود. من رو به خاطر انبوه محبت هایی که گرفتم، به خاطر حمایت هایی که شدم از طرف مهرداد، ماتیار و پدرم، مادرم، نگاه من رو نسبت به زندگی مثبت کرد و قدردان شدم. و این تنهایی عذاب‌آور بود برات؟ جانم؟ تنهایی برات عذاب‌آور بود؟ تنهایی عذاب‌آوره، بله. تنهایی به خصوص برای کسی که مبتلا به بیماری سخت عذاب‌آوره. من اینو اینجا مطرح میکنم به خاطر اینکه میدونم اگرچه من تنها نبودم، منصفانه بگم آدم های نازنینی که بودن، چه اونایی که دوست نزدیک بودن، چه اونایی که اصلا ارتباطی با هم نداشتیم ولی تو اون دوره خیلی خیلی حال ما رو میپرسیدن، نذاشتن من این تنهایی رو بفهمم.
اما به عنوان یک بیمار مبتلا به سرطان میتونستم بفهمم که چطور آدم با یک بیماری سخت تنها میشه و چطور عذاب میکشه. بله، ببینید، خود پروسه درمان برای این بیماری سخته. حتی برای کسی مثل من که دکترا میگفتن چشم‌انداز بیماریت خوبه، درمان بسیار سختی داشتم. جراحی، 6 جلسه شیمی درمانی و جزئیاتش رو که حالا شاید بعداً صحبت کردیم. بنابراین ما رنج‌های فیزیکی رو به هر حال تاب میاریم. یه سری رنج‌های روانی هم هست که مجبوریم اونا رو تاب بیاریم. اما اون چیزی که کمک میکنه این تاب آوری نسبتاً بهتر انجام بشه، ممکنه حتی رنج ها کاهش پیدا نکنن، میگم بهتر بتونیم تاب بیاریم این رنج ها رو، اینه که تنهایی آدم کمتر بشه. بیمار مبتلا به سرطان به خاطر اینکه از چرخه تولید در زندگی عقب میفته، متاسفانه یک آدم رانده شده اصلا محسوب میشه. متاسفانه جامعه بشری اساساً آدمی رو که خیلی نقشی در کار و تولید و زندگی روزمره نداره، آدم ناقصی محسوب میکنه. داخل گیومه میگم ناقص، چون من اصلاً به نقص و کمال باور ندارم. آدمایی که دارای معلولیت هستن، آدمای سالمند، اینا به خودی خود از طرف جامعه به انزوا رونده میشن. من وقتی که مبتلا به سرطان پستان شدم، دقیقاً حس کردم که همون حالت رو دارم. این آدم میتونه از محیط کار دور بمونه، حتی کسایی که خیلی بیماریشون طولانی بشه، ممکنه اگه موقعیت کاری استیبلی نداشته باشن، اخراج بشن، کارشون از دست بدن. زنهایی رو من روایتشون رو میخوندم که متاسفانه وقتی مبتلا به سرطان میشدن، پارتنراشون اونها رو ترک میکردن، فضای دوستی سنگین میشد. خیلی از آدما ممکنه اصلا بترسن با یک مبتلا به سرطان برخورد کنن، به چند دلیل. یکی اینکه نمیدونن چجور باید برخورد کنن، دست و پاشون میلرزه، حس میکنن دوستشون رفتنیه، پس چجوری باید با این برخورد بکنن، بلد نیستن. یکی این که اون فرد مبتلا به سرطان داره به ما یادآوری میکنه آسیب پذیری ما رو در برابر بیماری. پس شاید که آدم ها نخوان همچین کسی رو ببینن که بخواد به اصطلاح خاطرشون رو مکدر بکنه. بنابراین به هر حال بیمار مبتلا به بیماری سخت، حالا درباره من سرطان، قطعا تنها میشه و متاسفانه این تنهایی میتونه باعث بشه که عوارض درمان حتی شدیدتر بشه. اون چگونگی تاب‌آوری اون رنج، چگونگی عبور از اون دوره میتونه سخت‌تر بشه، در حالی که حتی یک پیام کوتاه احوالپرسی برای من زمین تا آسمون حالمو متغیر میکرد، چه برسه به بقیه همراهی ها که اصلا من اصلا تنها نبودم، به خاطر اینکه همسرم و حتی پسر کوچیکم لحظه به لحظه کنار من بودن و هر روز مادر و پدر من حال منو از ایران میپرسیدن. سارا، تو تصمیم گرفتی که به محض اینکه خودت این خبر رو شنیدی از دکتر و آزمایشات رئیس شدن، با دیگران هم در میان بگذاری و بگیم که سرطان گرفتی. برخی این کار رو نمی کنم. اتفاقا خیلی امساک می کنم که کسی نفهمه، چیز به کسی نگیم. حالا اونا هم دلایل خودشون دارن، از دلیل این که به نوعی مورد ترحم قرار بگیرن، یه نگاه ترحم اذیتشون می کنه، تا دلایل دیگه. فرق بین این دوتا، ولی در ادامه را شاید اونایی هم که به کسی نگن خیلی تناتر بشن، اینا رو باید درونشون بریزن، اون خیلی عزیزشون بکنه. دو روی کرده، ولی به هر حال این انتخاب آدم هاست، باید احترام گذاشت. من بعدم درون نیست، ولی تفاوت هایی داره. تو این تفاوت ها رو چگونه توضیح میدی؟ ببینید، این سوال خیلی مهمه، خیلی مهمه.
ببینید، ما نمیدونیم که اون آدمی که نمیاد درباره بیماریش که سرطان مشخصا صحبت نمیکنه، به قول شما آیا اساسا آدم درونگراییه، نمیخواد درباره بیماری صحبت کنه، به هر حال یک مسئله پرایوت یا پریوات محسوب میشه این بیماری، یا اینکه به خاطر فشارهایی که نسبت به این مسئله وجود داره نمیخواد دربارش صحبت بکنه. من خودم آدم خیلی برونگرایی بودم و هستم، همیشه درباره مسائلم ترجیح دادم حرف بزنم. خوشبختانه همسر من، همراه من، شریک زندگی منم آدمیه که این رو در من تقویت کرده و استقبال کرده. ما همیشه درباره همه چیز با هم صحبت کردیم، با آدمای دیگه صحبت کردیم، فکر نکردیم که خب باید اینو الان مخفی بکنیم. در مواردی میتونه آدم رو آسیب پذیرتر بکنه، اما در این مورد اتفاقا قدرت داد به ما، به خانواده ما، برای اینکه بتونیم با این بحران چطوری مقابله بکنیم. البته باز تاکید میکنم من خوشبختانه تنهایی رو در این مرحله اصلا حس نکردم، به دلیل اولین و مهمترین دلیلش مهرداد بود، به خاطر اینکه من حتی توی اتاق پتسکنم تنها نبودم، یعنی فیزیکی که اصلا تنها نبودم، مهرداد در سنگین ترین آزمایش های من همراهیم کرد و انقدر بخشی از این پکیج شده بود، انگاری که ما با هر جایی که می رفتیم خود پزشک و پرستارم می دونستن که این آدم رو نمیتونن از من جدا بکنن، در حالی که من می دونم وقتی بیمار می خواد معاینه بشه از همراهش می خوان بره بیرون، خیلی از این اتفاقا می افته، ولی دیگه می دونستم که مهرداد کنار من هست و این همراهیش واقعا برای من انقدر مهم بود که اون عذاب و رنج بیماری رو داشت کم میکرد. ضمن اینکه آدمی هستش که خیلی مراقبه. ببینید بیمار مبتلا به سرطان، برمیگردم به سوالتون ولی اینو یادم افتاد، در اون تنهایی وقتی که میره با پزشک و پرستار و کلن پرسنل درمان مواجه میشه و ملاقات داره، ممکنه اصلا انقدر حالش بد باشه حواسش نباشه که خودش همه اطلاعات رو بگیره، در حالی که اطلاعات مهمی هست و یک نفر خوبه که همراهش باشه که این اطلاعات رو یادداشت کنه، حتی اگه خود بیمار هم آدمی باشه به اعصابش مسلط باشه، آرامش داشته باشه، ممکنه این اطلاعات رو همه رو نتونه بگیره و به همین دلیل حضور یک آدم کنارش خیلی اهمیت داره. من اصلا یادم نمیره که وقتی که با آنکولوگم قرار ملاقات داشتیم، من انقدر گیج بودم که نمیتونستم بپذیرم شیمی درمانی قراره بشم و خیلی چیزها رو اصلا نمیشنیدم، حواسم پی یه چیز دیگه بود و مهرداد انقدر خودکار گرفت از این پزشک که بنویسه، آخر پزشک خودکار رو داد به مهرداد، بی خیال خودکار خودش شد، گفت اصلا این برای تو، مثل که تو خیلی چیز برای نوشتن داری، من خودم یه خودکار دیگه برمیدارم. این همراهیه خیلی مهمه که آدما داشته باشن. با وجود اینکه من این همراهی رو داشتم، اما یک جایی حس کردم باید با آدم‌های بیشتری در این باره صحبت بکنم، به خاطر اینکه فکر کردم برای من اون لحظه نیاز اینه که بیشتر توجه ببینم، بیشتر محبت ببینم و خانوادم هم همینطور. اگر دوستان ما در جریان باشن که الان خانواده ما در چه شرایطی قرار گرفته، شاید بهتر بتونن حتی اگه برای من کاری نتونن بکنن، بیشتر حال مهرداد و ماتیا رو بپرسن، بیشتر هوای اینا رو داشته باشن، چون سرطان برای من همیشه اینو میگفتم فقط برای یک فرد نیست، وقتی یه فرد رو توی خانواده مبتلا میکنه، اعضای دیگه خانواده هم به شدت آسیب پذیر میشن و اونا هم رنج زیادی رو متحمل میشن. به این دلیل اینو مطرح کردم، یک به خاطر اینکه حس کردم خانواده ما باید حمایت بیشتری بگیره، این اولین و مهمترین چیز بود. حتی خواهر من مخالف بود که با پدر و مادرم مطرح بکنم، پدر و مادر من در ایران هستن، ولی بهش گفتم باید بدونن، به خاطر اینکه اولا من نیاز دارم دیگه، در این دوره بالاتر از سرطان دیگه چیه، من گرفتم دیگه، پدر و مادرم من عزیزترین های منن و من نیاز دارم این عزیزترین ها منو لوس کنن، حال منو بپرسن. دومین مسئله که من فکر میکنم این حق هر انسانیه که بدون دوستش، همسرش، دخترش مبتلا شده به یک بیماری و شاید بر اثر این بیماری رنج های زیادی بکشه و شاید دیگه نباشه،
من حق پدر و مادرم میدونستم، حق دوستانم میدونستم که بدونن من که این همه کنارشون بودم، آدم پررنگی بودم تو زندگیشون، الان مبتلا شدم به یک بیماری سخت. اونا اگه دلشون بخواد میتونن بیشتر با من در تماس باشن، شانس حرف زدن با من رو، شاید این آخرین حرف زدن ها باشه، داشته باشن. به همون شکلی که پدر و مادر من تماس هاشون از هفته ای دوبار سه بار شد تماس هر روزه. اگر با هم تلفنی حرف میزدیم تصویری دیگه منو میدیدن. باید این اتفاق میافتاد. من فکر میکنم یک دلیل دیگم بعدن بهش پی بردم، اون لحظه که شروع کردم به نوشتن و حرف زدن به این پی نبرده بودم، ولی بعدن متوجه شدم که از اثرات این میتونه این باشه که آدمهای دیگه هم جرأت بکنن درباره بیماریشون صحبت بکنن، و همین اتفاق افتاد. و یک دلیل دیگم این بودش که اطلاعات درباره سرطان پستان خیلی کمه. اون چیزی که من فهمیدم این بود، با وجود این که بیماری بسیار رایجی هست، متاسفانه اطلاعاتی که وجود داره در اون حد لازم نیست. افسانه های زیادی هم دربارش وجود داره که متاسفانه اونا باعث میشه آدما نرن پی درمان. و من وقتی که شروع کردم از اینا نوشتن، یه سری پیام ها حتی گرفتم که آدما داشتن میگفتن من سینم زخمه، آیا باید برم دکتر؟ یکی میگفتش که من هم دوستم سرطان گرفته، یه حرفی میزنی منو آروم بکنی؟ و من تو همون تخت شیمی درمانی، تو همون بستر این کارا رو انجام میدادم و میدیدم که اینا داره همون لحظه به من هم یک معنایی میده، به زندگی منم یه معنایی میده. سارا خیلی سوالات زیادی دارم که همچنان مونده، اینا رو هم بپرسم دیگه. بخشیش البته تو پاسخ میدید زودتر از این که اصلا من بپرسم. رسیدی به شیمی درمانی. میگن که این جلسات شیمی درمانی خودش یه بیماری سخت و طاقت فرسا هست. خب یه تحولاتی هم توی بدن آدم اتفاق میفته، جمله مثلا موهای تو ریخت، همه این موها تو اینها، به این که آدم خودش نشون بده اینجوری یا حالتی دیگه پیدا میکنه اینا. از اون دوران شیمی درمانی که میگن خودش یه بیماری در بیماری هست و طاقت فرسا هست، مرسی که این سوالو پرسیدین. چون شیمی درمانی بزرگترین قول سرطان محسوب میشه و اصلا شاید یکی از دلایلی که بیمار مبتلا به سرطان درباره بیماریش حرف نمیزنه همین شیمی درمانی باشه، برای اینکه احتمالاً این هراس رو داره که آدم‌ها با یک چهره دیگه ازش روبرو بشن. من خودم هم از شیمی درمانی هراس داشتم، ولی نه به این دلیل که ممکنه موهام بریزه و یه چهره دیگه پیدا کنم. من به این دلیل هراس داشتم که فکر میکردم بدن من بدن ضعیفیه، اصلا طاقت نمیاره در شیمی درمانی، که اشتباه میکردم. یعنی این خوب شد من این سرطان رو گرفتم، خلاصه متوجه شدم بدن بیچاره من خیلی هم بدن ضعیفی نبوده. واقعا خیلی سعید جان اینو بدون اقراق میگم، من 42 سال بدنم رو بدن ضعیفی محسوب میکردم، ولی این بیچاره خیلی خوب طاقت آورد در شیمی درمانی. البته شیمی درمانی من خیلی سنگین نبود، ولی به هر حال شیمی درمانی بود. من میخوام اینجا از این سوال خوب شما گریز بزنم به یک حرف مهم، این که ترس از سرطان باید ریخته بشه. ترس به خاطر اینکه ترس از سرطان بیشترش به اون ترس شیمی درمانیه برمیگرده، اون چهره که ممکنه خیلی ها اونو چهره حتی داخل گیومه غیر انسانی توصیف بکنن، هراس زده و غیره و غیره. هرچی ما بیشتر در این باره صحبت کنیم این ترس بیشتر ریخته میشه، از جمله ترس آدمایی مثل من که فکر میکردن شیمی درمانی مواجهه با مرگ. شیمی درمانی یعنی این که ما هر روز باید مراقب باشیم یک ویروس یا یک میکروب از کنار ما رد نشه. این همه تصوراتیه که متاسفانه چون دربارش صحبت نشده وجود داره و بیمار مبتلا رو به خصوص در جوامعی مثل ایران که در این باره اطلاعات زیاد نیست خیلی بیشتر به هراس میندازه. شیمی درمانی سخت بود، خیلی سخت از اون چیزی که ممکنه من الان بتونم دربارش صحبت بکنم. خب مثل اینه که بدن آدم در هم کوبیده میشه،
همه سلول ها مورد تهاجم یک داروی قوی قرار میگیرن و دوباره حالا شروع میکنه به پیدا کردن خودش. شیمی درمانی اعصاب منو به شدت مورد تهاجم حتی قرار میداد، گوارش من علاوه بر موهای من، اصلا بحث گوارشی هم مطرح بود و خیلی حالا عوارض دیگه. اما من میخوام بهتون بگم اتفاقا شیمی درمانی اون حراسی رو که من همیشه ازش داشتم نداشت. من وقتی که متوجه شدم قرار شیمی درمانی بشم خیلی سخت گریه میکردم، انقدر گریه میکردم که رئیس بخش مرکز پستان منو آرام میکرد، برای من داشت توضیح میداد که چرا باید شیمی درمانی بشم و بعد برای من سوال پرسید که تو از چی میترسی؟ و من با خودم فکر کردم، نتونستم جواب پیدا کنم، ولی بهش گفتم از این که عفونت ریه بگیرم. گفتن نمیگیری، چرا باید عفونت ریه بگیری؟ ببینید درمان سرطان، درباره سرطان پستان، درمان سرطان پستان انقدر پیشرفته شده که آدم میره یک ساعت و دو ساعته شیمی رو تزریق میشه بهش، برمیگرده خونه، تا یه هفته توی خونه باید به هر حال مراقب خودش باشه، یه سری عوارض داره، تو دو هفته بعد تا تزریق بعدی بدن خودش رو پیدا میکنه، آدم میتونه دوستاش رو ملاقات بکنه. حالا من ملاقات نمیکردم برای اینکه فکر میکردم ممکنه به هر حال یه ویروسی چیزی به هم بیاد. من یکم آدم حساس تری بودم، نمیخواستم خودم رو در معرض ریسک بذارم، ولی کسانی هستن که در هفته سوم بعد از شیمی درمانی آدم ها رو ملاقات میکنن. منم دیگه شیمیای آخرم، اتفاقا مهمونی هم گرفتم تو میدسومار، آدم ها رو ملاقات کردم. بنابراین اون تصوری که وجود داره که ملافه ها هر روز باید عوض بشن، همه جا باید استریلیزه بشن، نه اصلا اینجوری نیست. یک درمانی بسیار سخته نسبت به درمان های دیگه، بالاخره درمان سرماخوردگی نیست، درمان آنفولانزا نیست، اما با مراقبت های پزشکی که وجود داره و با داروهایی که الان در خوشبختانه در دسترس قرار گرفته، اون خطرات و ریسک های ناشی از شیمی درمانی پایین میاد. میمونه یه سری تغییرات چهره و بدن که اونم ناگزیره، اما شکل مواجهه با اونا اتفاقا به بیمار کمک میکنه که این رنج ناشی از تماشای خودش در آینه رو به یه شکل دیگه کاهش بده. اون نکته بسیار مهمیه. من یادمه وقتی که به پسرم گفتم قراره، چون پسر من همه چیو میدونست، حالا میتونیم تو یکم دیگه برخورد اطرافیان میدونستم بهش. آره وقتی که بهش گفتم قرار شیمی درمانی بشم، به من گفت موهات قراره بریزه؟ گفتم آره. گفت آها کولاگیس میخوای استفاده کنی؟ گفتم نه نمیدونم، شاید آره. گفت نه لازم نیست استفاده کنی اصلا، همینجوری بیا دنبال من. خب من ببینید شوخی نیست موهای آدم یک دفعه بریزه. اینکه موی آدم بریزه اصلا چیز بدی نیست. منم اینو یاد گرفتم اتفاقا تو این دوره که چقدر استریوتایپ و کلیشه درباره آدمهایی که مو ندارن وجود داره. بنابراین این اصلا چیز طبیعیه، ممکنه موهای آدم بریزه، موهای من الان سفید بشه، ولی اینکه ناگهان تو بیدار شی ببینی موها رفتن و باز اونم اگر سرطان نداشته باشی اونقدر سنگین نیست. وقتی سرطان داری یعنی که تو دیگه ظاهرت داره نشون میده که کاملا یک آدم مبتلا هستی. اینا همه به خاطر اون برداشت هایی که نسبت به سرطان در جامعه وجود داشته و آدما فکر کردن اگه موهاشو میریزه باید کلاگیس استفاده کنن. حالا وقتی هم به تدریج این رفتارها داره تغییر میکنه، وقتی که ما دیگه حاضر نمیشیم کلاگیس استفاده کنیم، من یک بار کلاگیس استفاده نکردم، همه زنها رو من دارم میبینم با سر تراشیده عکس خودشون رو منتشر میکنن. بنابراین اون قول شیمی درمانی، هیولای شیمی درمانی هم قشنگ کوچیک میشه، کوچیک میشه، هراس ها کم میشه، ما به صورت منطقی با این پروسه درمانی روبرو میشیم و متوجه میشیم که بله سختی های خودش رو داره، ولی اون تاریکی مطلقی نیست که ما تصور میکردیم. احساسات ما در اون دوره ممکنه ما رو در مقابل یک تاریکی قرار بده، اما من الان دارم به کسانی که از این مسئله هراس دارن، خطابم به اوناست که بعضی هاشون هم به من میگن ما میترسیم بریم دکتر بگن سرطان داری، یه درمان سخت رو شروع میکنیم. اصلا نترسید، هیچ چیزی اونقدری سخت نیست در برابر تمایل شدید انسان به زندگی. انقدر میگه من...
بفهمید. اتفاقا من میخواستم راجع به این کلاگیس بپرسم، چون برخی از زنانی که شیمی درمانی میرن حتما از کلاگیس استفاده میکنن، نمیخوان اون چیز رو بشن، و تو عمدن تصمیم گرفتی آگاهانه که از کلاگیس استفاده نکنی همینجوری که هست اینا که الان توضیح دادی. خب ولی غیر از کلاگیس، برخی از بیماران این پستونشون رو بر میدن، یک عضوی از بدن بریده میشه، بعد شاید چنین احساسی با آدم دست بده، یک عضوی از بدن من بریده شد، گم شد، کنده شد، رفت و من دیگه ندارمش. حتی مثلا بیماران کلیوی هم ممکنه همچین احساسی رو بهشون دست بده که مثلا یک کلیشون به کسی دیگه بدن یا نباشه توی بدنشون. هرار من اینجوری بودم و الان یک چیزی از من کم شده دیگه ندارمش. چنین احساسی هم داشتی؟ نه نداشتم، به خاطر اینکه دوست داشتم اولا اصلا این پستان ها برداشته بشن، ولی این اتفاق نیفتاد. در رابطه با من اتفاقا جراحی ترمیمی و زیبایی هم صورت گرفت طبق خواسته جراح هم. اما یک دلیل دیگرش برمیگرده به اینکه من بسیار پیش از این، سالها پیش، با این دوگانه نقص و کمال مواجه شده بودم و متوجه شده بودم که کم شدن یه چیزی از بدن یا میتونه حالا بر اثر، یا میتونه وقتی که آدم به دنیا میاد باشه، یعنی آدم یک جوری معلولیت داشته باشه، یا میتونه بر اثر یه اتفاقی تصادفی یا هر چیز دیگه یه اتفاق بیفته. و راستش رو بخواید اصلا اینکه چیزی از بدن آدم کم بشه برای من دست کم میتونم بگم به معنای یک حادثه غیر قابل تحمل نبود، برای اینکه فکر میکردم بدن به هر شکلی که هست، حتی اگر بخشی از بدن کار کرده خودشو از دست بده، باید دوست داشت اون بدن رو. در این مورد خاص، یعنی بخشی از شناسان زنانه اتفاقا نکته بسیار مهمی اشاره کردید، اما میخوام بگم که این اتفاق درباره من نیفتاد، چه بسا اگر از دست میدادم میافتاد، اینم نمیدونم، ولی درباره بسیاری از آدم‌ها این اتفاق میافته. بله، یک بخشی از بدن هست که همونطوری که شما گفتید متاسفانه بر اثر کلیشه هایی که در جامعه وجود داره، کلیشه های جنسیتی، اصلا جزء زیبایی های ملزومات زیبایی بدن زن به حساب میاد پستان، و همه لباس ها اینطوری طراحی شدن که حتما آدم باید دوتا پستان داشته باشه، و بدتر از اون گرایشی که در جوامع انسانی وجود داره به خصوص سالهای اخیر به سمت هرچه زیباتر کردن و هرچه برجسته تر کردن پستانها داره پیش میره. این همه جراحی زیبایی داره انجام میشه، متاسفانه میگم متاسفانه به خاطر اینکه واقعا فکر میکنم اینا همه داره این کلیشه‌های جنسیتی رو بیشتر بازتولید میکنه. این همه جراحی زیبایی برای اینکه زنها برن پستانهاشون رو بزرگ بکنن، از اون افسادگی به اصطلاح خلاص بکنن خودشون. حالا هر کی ممکنه این انتخاب بکنه این کارو بکنه، من کاری به انتخاب آدما ندارم، من دارم اون گرایش کلی رو که تو جامعه وجود داره میگم که زنها رو به این سمت سوق میده که اگر شما پستان افتاده، حالا افتاده داشته باشین، برجسته نباشه، یا اصلا پستان نداشته باشین، زن ناقصی هستی. اما خوشبختانه با اتفاقایی که تو سالهای اخیر افتاده، زنهای مبتلا به سرطان پستان اومدن عکس‌هاشون رو حتی از پستان نداشته منتشر کردن، این نگاه هم داره تغییر میکنه. یعنی این که من بخوام به خودم این تصور رو داشته باشم که اگر پستانم از دست بدم حتما دوچاره یه نقصی شدم، برمیگرده به اون تصوری که جامعه داره بر من ایجاد میکنه. این تصور داره میشکنه. زنهای بسیاری هستن، البته منظور من در سطح جهانیه، در ایران که نمیشه این کارو کرد، عکسای پستان نداشتهشون و سینه فلت رو دارن در سوشال میدیا منتشر میکنن. جالبه که نشون میدن چطوری میشه وقتی دیگه آدم سینه ای نداره تاتو کرد روی اون رو. بعضی اصلا حاضر نمیشن ترمیم بکنن و به جای اون سینه برداشته شده سینه دیگه ای رو بذارن.
سوتین ها، سینه بند هایی که مخصوص زنایی هستش که یک سینه ندارند الان داره طراحی میشه. شگفت انگیزه که تو سوتیانی داشته باشی که یکی از سینه ها توش جا میگیره، یکی دیگه که صافه، برای اون هم مناسب سازی شده. هرچی این اتفاق داره میفته، اون چیزی که شما گفتید، اون فکر و ذکر آدم، حراس آدم از دست دادن سینه هم میتونه نرمال تر بشه. میخوام بهتون بگم که بله، خیلی سخته که آدم به هر حال یک بخشی از بدنش رو از دست بده، شکلش متفاوت بشه، اینا طبیعیه. شعار نمیدم، خودم الان جلو آینه میرم از اینکه دیگه اون سینه های قشنگ سابق رو ندارم، یه شکل دیگه شده، یه ذره مثلا یه جوری ممکنه یه فکری بکنم. اما نحوه شدت این فکر، نحوه برخورد آدم با این مسئله برمیگرده به کلیشه ها، کلیشه های جنسیتی که جامعه در این زمینه ساخته، تولید و باز تولید کرده. هرچه این کلیشه ها کمتر بشن، من مطمئنم که مواجهه ما زنان مبتلا به سرطان پستان با تخلیه پستانمونم خیلی مواجهه قوی تر و بهتری خواهد بود. من بازم سوالای دیگه دارم، مثلا راجع به امکانات درمان میخوام بپرسم، چون میگن که سرطان یه درد خرجم داره، میخوام ببینم چگونه بوده برای تو. بعد راجع به اثرات روانی بپرسم، افسردگی، استراحت، بعضی حتی به خودکشی ممکن فکر بکنن، اینکه دوباره برمیگرده، شاید یه روزی برگرده این سلولای سرطانی، و اساسا خود شیوه زندگی چقدر تاثیر داره. اینا حوزه‌های مختلفی است، هرچی که رسیدیم من این وقتی که داریم، ولی پیش از همه اینها یه محور دیگه به نظرم مهمه دیگه، یعنی یه بخش مهمی رو تشکیل میده، بیماری مثل آلزایمر. میگم خود بیمار چیزی نمیفهمه، ولی اطرافیانش رنج میکشن، همه چیز رو میفهمن. در بیماری سرطان با اون حیبتی که داره و بعد این روندش و اینا هم رو کلان توی بخش زیادش توضیح دادی، برخورد اطرافیان چطور بوده؟ خب اونها هم بخود عزیزان، مثلا برای درباره تو، ماتیا پسر، مهدار همسر، پدر و مادره و دوستان و رفقای نزدیکه، خب اونا هم این مسئله رو داشتن دیگه. و بعد خود بیمار نمیخواد یک نگاه تمام آمیز بهش بشه، اونم عزیزش میکنه. بعد خود اطرافیان چجوری بوده؟ وقتی هم فکر میکنی که تجربه تو چی میگه که بخوای منتقل بکنی به دیگران؟ چقدر سوالای شما خوب و مهمن، چقدر ممنونم که اینا رو میپرسید. ببینید، شما اشاره کردید آدم ها دوست ندارن توی موقعیت برخورد ترحم‌آمیز باهاشون بشه. بله، درست میگید. من چون این تجربه رو نداشتم نمیتونم الان در این باره بگم، برای اینکه من اصلا ترحم ندیدم. من از همه از همسرم، پسرم، مادرم، پدرم، بقیه آدم های دوروبرم، بسیاری از دوستانم، فقط همدردی دیدم. همدردی خیلی با ترحم فرق داره. من ترحم رو میشناسم، ولی میگم تو این دوره چون ترحم ندیدم نمیتونم بگم. همدردی به این معنا که پذیرفتن که من توی شرایط خیلی سختی هستم، پذیرفتن که من دارم تغییر میکنم، بدنم داره تغییر میکنه، شیوه زندگیم داره تغییر میکنه، من دیگه نمیتونستم پسرم رو بغل بکنم تا مثلا یک چند وقتی، به خاطر اینکه جراحی شده بودم، دو تا پستانا با هم جراحی شده بود، اصلا بچه نمیتونست بیاد منو فشار بده، یا حتی یه بغل کوچولوی مثلا خیلی گرم نمیتونستیم داشته باشیم، و اینا خب خیلی سخت دیگه تاب آوردن اینا برای بچه به خصوص. حالا من بزرگم میتونستم تاب بیارم. من دیگه نمیتونستم خیلی کارهای دیگر رو که انجام میدادم توی روابط انسانی با آدم ها داشته باشم، و خب همین پذیرش این مهمترین چیزیه که آدم ها باید، به نظر من آدم های اطراف باید سعی بکنن انجام بدن.
خود این پذیرشه اصلا خودش همدردی میآفرینه. این همدردی و همدلی و اینکه ما حتی اگر شده تلاش بکنیم، حتی اگر نمیفهمیم تلاش بکنیم که موقعیت این فرد رو بفهمیم. من مهمترین کلمه‌ای که توی این دوره شنیدم و آرامم میکرد کلمه میفهمم بود. از پزشک، از پرستار، هر جا که توی موقع شیمی درمانی گریه میکردم، حالم بد میشد، پرستار میگفت میفهمم. وقتی که میخواستم پیکلاین رو تو دستم بذارن، برای شلنگی که از اون طریق شیمی درمانی تزریق میشه، مواد شیمی تزریق میشه، گریه میکردم، پرستار میگفت میفهمم. وقتی که صبح بیدار میشدم، پیش از اینکه جراحی بشم هنوز باورم نشده بود، میگفتم من سرطان دارم و میشستم گریه میکردم. البته پسرم مدرسه بود و همسرم مهداد که میدید میومد دست میذاشت رو شونم، میگفت میفهمم. این میفهمم توش دنیایی از همدلی و دنیایی از همدردی بود. برای اینکه کار بیشتری از اون چیزی که سیستم درمانی برای من میکرد و همسرم داشت انجام میداد به عنوان کسی که کنار منه، دیگه نمیشد انجام داد. اما اتفاقی که میفته در بحث ابتلا به سرطان شاید این باشه که ما اطلاعات زیادی از این بیماری و پروسه درمان نداریم و انصافاً چون خیلی سخته تحمل ما، ممکنه به عنوان کسی که ناظر هست بر درمان یک فرد، کم بشه و حق هم داریم. اینا میتونه روی حتی نحوه برخورد ما هم تأثیر بذاره. به همین دلیل من فکر میکردم اینکه من در این باره صحبت کردم و اجازه دادم یه سری حمایت‌های روانی بگیریم، این خودش هم میتونست مؤثر باشه. وقتی کسی تماس میگرفت با همسر من حالش رو میپرسید، خودش میتونست خستگی‌های همسر منو از اون پروسه‌ای که ما با هم درش بودیم تا حدودی کاهش بده. اما برگردیم به اون بحث ترحم که به درستی هم شما اشاره کردید، با اینکه من تجربه نداشتم ولی میتونم درباره‌اش صحبت بکنم. ما فکر میکنیم فرد مبتلا نیازمند ترحم، شاید به این دلیل که باور داریم یک آدم ناقصه، یک آدم کاملی نیست. البته تا حدی هم حق داریم که بخوایم در دلمون براش دلسوزی بکنیم، بهش بگیم طفلکی. این یه واکنش طبیعیه. من به عنوان فرد مبتلا اینو به خودم گفتم، تو نباید ناراحت بشی از اینکه کسی تو رو طفلکی بدونه. خب واقعا طفلکی هستی دیگه، و شرایط از این بدتر که تو توش قرار گرفتی، چرا نباید اینو بپذیری؟ طفلکی هستی، ناتوان هستی. من ناتوان بودم در دوره‌ای که جراحی کردم، از شستن موهام، از اینکه دوش بگیرم، همه این کارا رو همسرم برام انجام میداد. اما همون موقع به خودم نهیب زدم، مگه ناتوان بودن بده؟ یعنی آدم اشکالی نداره فکر کنه یک بیمار مبتلا به سرطان ناتوانه، نیاز به کمک داره. اشکالی نداره حتی در ذهنش فکر کنه که این طفلکیه. اما اشکال اینجاست که ما فکر کنیم این ناتوان بودن یک نقص محسوب میشه. و من در اون دوره متوجه شدم که اصلا بد نیست. ما هممون در دوره های از زندگیمون ناتوان میشیم و نیاز داریم که یکی به ما کمک بکنه. اصلا فرد دارای معلولیتی که مادرزادی طوری به دنیا آمده که خودش توان انجام همه کاراشو نداره، یه فرد ناتوانه دیگه. ولی در اون زمینه ناتوانه، در زمینه های دیگه نه. خب باید اطرافیان باش همراهی بکنن، یه سرویس هایی باید اصلا در جامعه وجود داشته باشه که این آدم هم بتونه از عهده همه امورش بر بیاد. من فکر میکنم اگه ما بتونیم با این مسئله، با این گره کنار بیایم که ناتوان شدن ترحم برانگیز نیست، خود به خود اون همدلیه ایجاد میشه. به جای اینکه فکر کنیم این فرد الان یک فردیه که هیچ کاری ازش بر نمیاد، به این فکر میکنیم که اوکی، الان این آدم، بذارید براتون مثال بزنم، من رو تخت بودم بعد از شیمی درمانی، نمیتونستم اصلا راه برم، توی دوره های دیگه ضعیف شده بودم آخراش و اعصابم هم که دیگه خیلی ضعیف شده بود. خب معلومه که از نظر همسر من این مسئله خیلی صحنه خوبی نبود، معلومه که در
ذهن اون احتمالا من یک موجود طفلکی شده بودم، مثلا نگاه من میکرد، من میفهمیدم چقدر داره ناراحت میشه از رنج من، ولی این رو چطور تونسته بود بالانس ایجاد کنه با اینکه منو حتی اگر شده یک ساعت ببره بیرون. فکر نکنه که این آدم رو الان اوکی این الان دیگه حوصله نداره تنهاش بذارم. نه، بیمار مبتلا نباید تنها بمونه حتی اگه خودش میگه منو تنها بذارین. اشکالی نداره ما در ذهنمون چطور بهش فکر بکنیم، نحوه برخوردمون خیلی مهمه. بله، بدونیم که آسیب پذیره، بدونیم که به شدت به کمک احتیاج داره، ولی تنها نباید بمونه. باید حتی اگر میتونیم با یک تماس‌های کوتاهی بتونیم اون احساس همدلی رو بهش منتقل بکنیم. من دوستانی داشتم که اینا در 3 تا از دوستان من هر روز صبح، ظهر، شب به من پیام میدادن و من مجاب شده بودم که باید جواب پیام‌های اینا رو بدم. قطعا اینا از سر ترحم و دلسوزی نبود این کار رو میکردن، از سر همدلی بود، اما البته که ته ذهنشون بیشتر مراقب من بودن. من فکر میکنم هرچی بیشتر درباره بیماری صحبت بشه، ما مبتلایان به این بیماری هم قبول میکنیم که هر گونه توجهی رو ترحم ندونیم. بعضی از آدما نمیدونن چطور باید با ما برخورد بکنن. اجازه بدیم بدونن، اجازه بدیم متوجه بشن. انقدر خب وقتی نمیدونن با ما چطور برخورد بکنن، چجوری انتظار داریم که برخورد ترحم‌آمیز نکنن؟ یکی از دوستان من، عزیز من، وقتی فهمید که من مبتلا شدم زنگ زده بود، انقدر بغض داشت به من، میگفت من الان یاد خاطراتمون افتادم. من خندم گرفت بعد که تلفن رو قطع کردم، به مرداد گفتم این طفلک فکر کرده من مردنیم، یاد خاطراتمون افتاده. واقعا هول شده بود. خب آیا من باید از این ناراحت می شدم؟ البته که نه. ما باید خودمون، می دونم خیلی سخته، ولی ما باید بشکنیم این دیوار رو، این سنگر رو. ما باید درباره بیماریمون حرف بزنیم، درباره احساساتمون صحبت کنیم. سرطان یک بیماری خیلی سخته و آدما حق دارن دربارش خیلی چیزا ندونن. اینطوری هم نیست که من از کسی که میشنوه من سرطان دارم انتظار داشته باشم خیلی پاستوریزه با من برخورد بکنه. خب چطوری باید بدونه؟ میفهمم ما شرایط خیلی سختی داریم، رنج شیمی درمانی، رنج جراحی، همه اینها باعث میشه ما هم نتونیم خیلی کنترل رو خیلی کارامون و عواطفمون داشته باشیم. اما اگر بتونیم تو اون دوره درباره مسئله با آدم ها حرف بزنیم، انتظاراتمون رو ازشون بگیم، خودش کمک میکنه اون رفتارهایی که ما فکر میکنیم هم ترحم‌آمیزه کمتر بشه. خلاصه کنم، اگر آدمی بتونه با یک چنین بیماری مواجه بشه، این قدرت مواجهه رو داشته باشه، باید بتونه قدرت مواجهه با یه سری حواشی رو هم داشته باشه. باید خودش اون خط مشی چگونگی رفتار با خودش رو هم به بقیه یاد بده. چون هیچ کس مثل یک بیمار مبتلا به سرطان نمیتونه بفهمه که اون تو اون دوره به چی احتیاج داره، به چی احتیاج نداره. خب حالا برسیم به این که این سرطان غیر درد خرجم داره. امکانات درمانی در سوئد چونه بود؟ چون یک سیستم درمانی سوئد اساساً این هست که وقتی که بیمار مراجعه میکنه، کادر درمان از پزشک و پرستار گرفته تا بقیه، هر کاری که میخوام بکنه، اطلاعات زیادی در اختیار بیمار میذارن. مثلا میخوام یه آمپول بزنم، میگن که یه آمپول اینجوریه، این سیسیه، میزنیم برای این خاطر هست، درد داره، نداره، الان اون جزئیات رو این جزء فرهنگ پزشکیه اینجاست. من نمیخوام البته مقایسه کنم حالا با جای دیگه، ولی به هر حال یک چیزو میدونم، مثلا در ایران این اطلاعات رو در اختیار بیمار نمیذارن یا کمتر میذارن. اینو فرهنگ هست دیگه، اون انحصار این اطلاعات رو داشتن پزشک. حالا توی یه حدی هستیم که حتی پزشکا هم شما گوگل بکنی خیلی از این اطلاعات راجع به همه بیماری های دارید و اینا یک خود تشخیص میده. این روند درمان شما
در سوئد چگونه بود، چجوری گذروندیم، یه اطلاعاتی نکاتی در این زمینه بگید، اون تجربه خودتون. حتما حتما. خب ببینید، این روند درمان سرطان پستان همه جای جهان تقریبا مشابهه. خوشبختانه پیشرفت علم باعث شده که این روند درمان همه جا به همون شکل خوب بتونه اتفاق بیفته. تفاوتش مثلا سوئد و ایران اون هزینه هاست، وگرنه الان جراح ها و آنکولوگای بسیار خوبی هم در ایران هستن، امکانات پزشکی بسیار خوبی هم هست. اما اون خب چیزی مثلا بیمه در ایران هم مثلا اونایی که بیمه هستن بیمه میپردازه. بله خب بعضی جا هزینه داره دیگه. بله. شما هزینه نداشتید؟ من ببینید، هزینه معمول مثل اینکه آدم بره ورد سنترال بخواد پزشک رو ببینه، همون رو موقع ملاقات یه منطقه. بله. یک هزینه فکر کنم 250 کرون بود، یا شاید اینکه انقدر نپرداختم به خاطر اینکه فری کورت داشتم دیگه یادم نیست. اولین باری که جراح رو ملاقات کردم اون هزینه رو دادم و بعد شامل فری کورت شدم و حتی شاید باورتون نشه من برای جراحی دیگه اون هزینه رو ندادم، چون فقط ثبت نام می‌کردم خودم. فیلیپورت هم توضیح بدین، چون دوستان شاید مثلا خارج از بله فیلیپورت هم اون کارتی هستش که وقتی ما سقف پرداخت هزینه های دکتر، ملاقات دکترمون از یه سقفی بالاتر میره، دیگه لازم نیست پول بپردازیم برای ملاقات های بعدی تا یک سال از اعتبار این کارت. و من حتی برای شیمی درمانی هم واقعا پولی نمی پرداختم برای اون مواد. تنها هزینه ای که میگم آدم باید بپردازه، هزینه ای که شما میری خودتو رجیستر میکنی، میگه امروز شیمی دارم، احتمالا 250 کرون فکر میکنم هزینهش میشه که اونجا بپردازی. برای پرتو درمانی هم به همین شکل، ولی تنها هزینه‌ای که الان داره تحمیل میشه هزینه دارویی هستش که برای هورمون بهندلینگ یا هورمون تراپی من هست و این به عهده خودمون هست. آمپولی هستش که اونم همه بیماران خب ندارن. من به خاطر اینکه سنم زیر 50 سال بود، شدیدترین و تهاجمی ترین نوع هورمون تراپی رو به من دادن. آمپولی هستش که هر ماه باید برم بیمارستان تزریق کنم و این آمپول رو بالای 1000 کرون خودمون از داروخانه تهیه میکنیم و آخر هزینه کمی نیست. ولی میگه شامل اون بیمه دارویی نمیشه که شما مثلا حدود 1200 کرون الان توی کرونا مختلف فرق میکنه، یا مثلا 1800 کرون فکر میکنم الان شده 2400 کرون، نمیدونم. بعدش دیگه مجانی میشه دیگه، میگه جزء سیستم دارویی بعدش میشه، ولی سقفش یکم بیشتره به خاطر اینکه خود این آمپول فقط 1000 خورده کرون هست هر ماه، یکم سقفش بالاتر هستش. اما خوشبختانه در سوئد این مسئله به طور کلی، مسئله هزینه اصلا دغدغه آدم نیست. یه سری امکانات هم حتی آدم میتونه اگر مثلا تنها باشه میتونه همشنس بگیره، یه سری کمک ها رو میتونه بگیره. ولی من تو این دوره به خاطر امکاناتی که وجود داشت و واقعا باعث آسودگی خاطر بود، خیلی یاد آدم‌هایی میافتادم، حالا در حوزه سرطان پستان یاد زنانی میافتادم که متاسفانه این امکانات رو ندارن در ایران. بله بیمه در ایران شامل حال بعضیا میشه، ولی بعضیا واقعا ندارن این بیمه هایی رو که وجود داره، اینا شامل حالشون نمیشه و به سختی میتونن داروهای شیمی درمانی رو خودشون آدم‌ها باید تهیه کنن. اصلا اجازه بدید فراتر از هزینه درباره این سه چیزای دیگه صحبت کنیم. بیمار مبتلا به سرطان در سوئد خودش میره دراز میکشه رو تخت، یه پرستار دارویی رو میاره که اسمش روش نوشته شده، تزریق میشه، با خوبی و خوشی یه چایی هم براش میارن، اگه دلش بخواد شکلات هم بهش میدن، اگه همراهی داشته باشه مثل مهرداد که مصر باشه کنارش بشینه، اتاق خصوصی هم بهش میدن. ولی در ایران بیمار خودش یا همراهش باید بره اون دارو رو تهیه کنه، حتی اگر بخواد شامل بیمه بشه، در بیمارستان خوبی هم باشه، امکانات مالی هم داشته باشه، دیگه تهیه دارو رو خودش باید انجام بده با توجه به وضعیتی که در بازارهای دارو داره. تجربه شما از کادر درمان و اینها به تفاوتی بین بیماران سرطانی با بیماری های دیگه که مراجعه میکردین وجود داره؟ برای من وجود داشت.
برای من تعمیم نمیدم چون تجربه بقیه رو نمیدونم. در بیمارستان سنت یوران استکهلم، مرکز پستان، بهترین جراحان، پزشکان، دکترای آنکولوگ، حالا دکتر سرطان، همه کادر درمان رو من دیدم، مواجهه شدم باشون. همدردی، همدلی، اینکه حال بیمار رو درک بکنن، اینکه پیگیری های تو رو اهمیت بدن. هر بار من تلفن زدم بلافاصله پرستار من تماس گرفت. هر بار مثلا من شده بود اوایل پرستارم زنگ میزد میگفت همسر تلفن زده سوال داشته. باور کنید من نمیدونستم مهرداد خودش انقدر نگران بود تماس میگرفت با پرستارم، ولی پرستارم جواب تماس مهرداد رو میداد، پیگیر میشد که ببینه این همراه بیمار چه نگرانی داره، چه برسه به خود بیمار. حتی من از این همدلی ها در یاد داشتم که حالا به زودی منتشرشون خواهم کرد نوشتم که اولین بار وقتی که جراح هم ملاقات کردم، خب انتظار میره که بیشتر جراح ها با بیمارا مثل یه کیس برخورد بکنن دیگه، خیلی جدی پروفشنل، ولی انقدر من استیصال داشتم که بهش گفتم، هنوز نشسته رو صندلی، گفتم خب این سرطانه و این جراح تردید کرد تو پاسخ دادن به من و من در ماسک تو چهرمون بود اون وقتا به خاطر محدودیت ها ماسک داشتیم، ولی من تو چشماش یک همدلی سخت دیدم با بیمار که دلش نیومد به من بگه تو سرطان داری در اون اولین پرسش. و بعد من دیگه فهمیدم، گفتم پس سرطان دارم و خودش تایید کرد. و بعد وقتی که من شروع کردم گریه کردن، پرستار گفت دستمال میخوای؟ گفتم بله. رفت دستمال کاغذی بیاره، یکم دستمال کاغذیش زبر بود، بعد دکتر من از روی میزش دستمال کاغذی نرم آورد به من داد، گفت این نرمتره. و باور کنید من همونجا، این که میگم سوگواریم تموم شد، به خاطر اینکه من همونجا متوجه شدم قرار زنده بمونم، قرار اینا به من کمک کنن کیفیت زندگی منم مهم باشه. چون پیش خودم تصور کردم خب چرا باید دستمال نرم بگیرم اگه من سرطان دارم، چه فرقی میکنه حالا با یه دستمال دیگه صورتم اشکام پاک بشه. ولی ببینید اینا چیزای کوچیکیه که برای اون بیمار اون لحظه خیلی مهمه. پزشک میگه بیا صورتتو با یه چیز نرم پاک کن، این یعنی این که تو به عنوان یک بیمار مبتلا به سرطان محکوم به مرگ نیستی، محکوم به تهاجمی ترین نوع درمان نیستی، کیفیت زندگیت مهمه، باید پوستت نرم بمونه، محافظت بشه ازش. وقتی که گریه میکنی یه پرستار میاد تو رو بغل میکنه، به تو آرامش میده. من رفتار همدلانه دیدم، پیگیری های بسیار بسیار زیادی در جراحی شیمی درمانی، تأخیر نمیدیدم. بعدش هم حتی تو دوره شیمی گاهی وقتا چیزایی توی سینم پیدا میکردم، بلا فاصله منو میفرستادن برای معاینات بعدی. اینطوری نبود که پشت گوش بندازن، اهمیت ندن. و از جراح هم که البته توجه به مراتب بیشتری دیدم، و برای اینکه همیشه اینو همه جا باید بگم که خیلی ممنونم از دکتر کمیلا آندری، جراح جوان 40 ساله مرکز پستان بیمارستان سنت یوران، که بیشتر از خود من به بدن من اهمیت داد. من یادمه وقتی اومد به من گفت کمیته پزشکی تصمیم گرفته که نوک پستان تو هم بره توی جراحی، و من گفتم برای من فرقی نداره، فقط برش دارین. و جراح من گفت ولی برای من فرق داره، من این کارو نمی کنم، من میخوام بدن تو در اون شکلی که هست باقی بمونه. و این برای من خیلی عجیب بود. رفت یه کمیسیون اضافه تشکیل داد فقط برای این که بتونه نوک پستان یه بیمار رو حفظ بکنه. و من اون موقع نفهمیدم، بعدم قدر این پزشک و جراح رو دونستم که بدون این که بخواد روتین رو پیگیری بکنه بگه خب کمیته اینو گفته، رفت اضافه بر اون یک جلسه تکنیکی گذاشت، دو تا جراح رو آورد. برای من خیلی خیلی رفتار کادر درمان در این مرکز پستان ارزشمند بود. سارا، میگن که بیماران مبتلا به سرطان اغلب نگاه عمیق‌تری برای درک
معنای زندگی پیدا میکنن. برای تو هم اینگونه بوده؟ برای من نمیدونم عمیق بوده یا نه، ولی قدر زندگی رو بیشتر میدونم. راستش رو بخواید بجز دوره هایی که خیلی شیمی درمانی اذیتم میکرد و دیگه به تنگ اومده بودم از این درمان و میگفتم اگه ماتیا رو نداشتم تن به این درمان نمیدادم و شاید میرفتم به سمت این که حالا حتی اگه زنده نمونم هم مهم نیست. بعدش که حالم خوب شد متوجه شدم که قدر زندگی رو بیشتر میدونم. نمیدونم نگاه عمیق به چه معناست. اتفاقا آدم میتونه توی دوره، یعنی بعد از ابتلا به سرطان، یکم هم نگاهش منفی ترم بشه اتفاقا به زندگی، نه الزاماً مثبت. ممکنه به خاطر بیمهری هایی که میبینه آدم، بیتوجهی هایی که ممکنه آدم ببینه، دچار یه سری نگاه ها و تجربه های منفی هم بشه. ولی درباره من اتفاقی که افتاد این بودش که فکر کردم فرصت زیادی دیگه برای زندگی ندارم، بنابراین باید بیشتر زندگی بکنم، فرصت ها رو از دست ندم، برنامه ریزی های طولانی مدت خیلی نداشته باشم، بیشتر برنامه ریزی کوتاه مدت داشته باشم، آدمایی رو که دلم میخواد بیشتر ملاقات بکنم و رویاهای کوچکی برای خودم داشته باشم. نه اینکه رویاهای بزرگ معنا ندارن، ولی رویاهای کوچک که بتونم اونا رو محقق بکنم بیشتر برای من معنادار شدن. جزئیات ساده زندگی که شاید همیشه ممکن بود برای من خیلی به چشم نیان یا سطحی به نظر بیان، اتفاقا برای من مهم شدن. نمیگم دارم غرق میشم در جزئیات، نه، من هنوزم رویاهای بزرگ دارم، رویاهایی مثل برابری، مثل آزادی. اتفاقا تشدید هم شد در این دوره در یه سری موارد، مقاومت، مبارزه، اینا هنوز در من هست. من نمیگم از اون آدم تبدیل شدم به یه آدمی که بگم فقط دیگه زندگی بکنم و حواسم به خودم باشه، نه نه، اصلا منظورم این نیست. منظورم اینه که توجه هم اتفاقا به یه سری جزئیات بیشتر شد در زندگی. اینکه اگر کسی مدتی پیداش نیست برم سریعتر پیگیری کنم، حالشو بپرسم، ممکنه یه اتفاقی براش افتاده باشه، مثلا دارم میگم. یا حتی متوجه شدم که لذت بردن از زندگی چیز بدی نیست. متاسفانه به خاطر اینکه ما در ایران خاورمیانه به دنیا آمدیم و بزرگ شدیم، یاد نگرفتیم که لذت بردن از زندگی در کنار آدمهایی که دوستشون داریم خودش یک هنر بزرگه. ما همیشه رنج کشیدیم و رنج کشیدن و حتی تحمیل رنج به همدیگه رو یاد گرفتیم. من در این دوره راستش رو بخواید فهمیدم که رنج وجود داره، همونطوری که هممون میدونیم، ولی چه کار باید بکنیم که از این رنج کم بکنیم. و به خودم گفتم اگر جون سالم به در بردی بتونی سالی یه دونه رنج از یک آدم کم بکنی خودش خیلیه. یعنی باور کنید به این فکر میکنم که منظورم اون در سطح خیلی بزرگ نیست. کم کردن رنج میتونه در سطوح خیلی پایین تری اتفاق بیفته. اما نمیدونم این که میگید حالا عمیق شده، شاید به نوعی میتونه عمیق باشه، شاید هم به نوعی میتونه واقع بینانه تر باشه. برای اینکه من دیگه فکر نمی کنم مدت زمان زیادی آدم میتونه زندگی بکنه. اینو واقعا دیگه حس کردم که زندگی خیلی میتونه کوتاه باشه و همین میتونه به آدم شور زندگی بیشتری رو اتفاقا ببخشه. به هر حال آدم در همسایگی مرگ قرار بگیره، حالا این تو تخیل باشد، به طور واقعی هم نباشد، مجازی باشد، به هر شکلش، همین که این فکر مرگ در همسایگی آدم قرار میگیره، اون برش زندگی است دیگه. یه موقعی آدم زندگی میکنه، فکر نمیکنه، نمیسته که نگاه بکنه، تفکر بکنه. یه موقعی در کنار هم این دوتا رو داره به موازات که خیلی هم نزدیکه با آدم قرار میگیره. مثلا شما الان داشتیم گفتیم جزئیات مهم میشن برای آدم. این جزئیات
کوتاه، یعنی به لحاظ زمانی کوتاه مهم میشن یا نه اصلا کلا جزئیات زندگی به همون اندازه بزرگاش اهمیت پیدا میکنه؟ یعنی فقط بعد زمانی نیست، کل این بعد چند وجهی زندگی مهم میشه. برای من اینطور شد، درست میگید، برای من اینطور بودش که من از ممکن بود از قهوه خوردنم، چای خوردنم لذت نبرم، بدو بدو بخوام یه چایی بخورم، یه کاری رو بکنم، ولی الان بعد از شیمی درمانی به خصوص، هر بار که چایی میخورم میگم عجب چایی، هر بار که قهوه میخورم باور کنید یعنی انگاری که حریص شدم نسبت به یه جزئیات زندگی، یا مثلا اینکه حالا درباره خوردن گفتم ولی واقعیته، چرا لذت میبرم از چشیدن خیلی چیزا، لذت میبرم از اینکه بخوام از زیبایی ها تعریف بکنم، از خوبی ها تعریف بکنم، و حتی راستش رو بخواید یه مقاومتی هم در بدنم شکل گرفته، در ذهنم، نسبت به مواجهه با اخبار منفی. ببینید ما در معرض اخبار منفی هستیم، واقعیته، و من فرار نمی کنم از این. اصلا سرطان من رو به جایی نرسوند که بخوام خودم رو دورم یه دیوار بکشم بگم من الان فقط باید زندگی بکنم، اما همش فکر می کنم تو بعد از اون دوره دائم وقتی که با این وضعیت جهان آدم هی مواجه میشه با این اخبار، راستشو بخواید بیشتر به اونهایی که در دل این آتش ها هستن، به خصوص دوستانم در ایران، فکر می کنم و اینکه من چطور میتونم از این ترکش ها برای اونها کم بکنم، من چطور، من دیگه خودم رو آدمی نمیدونم که باید بر تاریکی هایی که وجود داره اضافه بکنم. اگر فکر میکنم میتونم با کسی که الان روحیه خوبی نداره در ایران، منتظره که حمله نظامی بشه به ایران، این خطر از طرف حمله نظامی اسرائیل وجود داره، با محدودیت های جمهوری اسلامی داره دست و پنجه نرم میکنه و هزار و یک مشکل، اگر من اون رو دارم در کنار خودم به عنوان یک دوست، خب حالا من چیکار میتونم بکنم برای اون؟ باور کنید الان در روزمره بیشتر به اینا دارم فکر میکنم و سعی میکنم اگر بتونم تو روابط دوستیم یه کار کوچیکی در این زمینه بکنم، خودم رو راضی بکنم. میگم دیگه اون رویاهای بزرگ رو به اون شکلی که قبلا داشتم الان دیگه بهش فکر نه اینکه فکر نکنم، ولی این جزئیاتم برام در زندگی خیلی مهم شده، به خصوص در روابط شخصیم، در رابطه با پسرم میتونم بگم این برام خیلی پررنگتر شده، لذت بردن از تماشای بزرگ شدنش. من وقتی که کانسر گرفتم، فهمیدم کانسر دارم، نمیدونستم تولد 8 سالگی پسرم رو میبینم یا نه، ولی الان هر روز یه تیک میزنم تو ذهنم که تولدش رو که دیدم و ممکنه تولد 9 سالگیش رو ببینم، رشدش رو هر روز میبینم، به مهرداد میگم پسرمون داره بزرگ میشه و از این لذت میبرم و فکر میکنم این هیچ منافاتی نداره که ما بخوایم آرزوها و رویاهای بزرگ داشته باشیم، بخوایم مبارزه بکنیم برای آزادی و برابری. این میتونه به ما اتفاقا نگاه و روحیه مثبت‌تری بده برای اینکه دوام بیاریم، مقاومت بکنیم برای دستیابی به اون آرزوهای بزرگمون. مرسی سارا گرامی. یه چند تا سوال بسیار بسیار کوتاه، یعنی پاسخش هم کوتاه باشه که برسیم به سوال پایانی. افزایش سن احتمال ابتلا به سرطان رو زیادتر میکنه؟ سرطان پستان رو؟ نه افزایش، نه کلن. آره بله، اصلا پزشکا میگن تنها دلیل پزشکی که تو کتابای پزشکی وجود داره برای افزایش سرطان، افزایش سن آدمه. هرچی که سن آدم بالاتر میره احتمال افزایش به سرطان هم زیاد میشه. البته ابتلا به سرطان دلایل بسیاری هم داره، مثلا ما این سرطان در کودکان هم میبینیم. بله
خیلی هم شدیدتره در کودکان به خاطر اینکه اون تغییرات سلولی بیشتر اتفاق میافته. اما درباره سرطان پستان متاسفانه فقط اینو اشاره کنم بگذاریم، متاسفانه سن ابتلا هم پایین تر رفته. این که میگم متاسفانه نه اینکه باید سالمندا بگیرن جوونا نگیرن، به این دلیل که هرچی سرطان پستان در سنین کمتر اتفاق میافته متاسفانه تهاجمی تره و امکان درمانش کمتره. شیوه زندگی چقدر تاثیر داره روی ابتلا به سرطان؟ ببین خوردن ها مثلا میگن این بخور این رو نخور، این سرطان زاست، اینا رو باید بخورید، مثلا چیزای مختلف رو میگن که اینا تاثیر زیادی داره که مثلا سرطان بعضیشون سرطان زاست بعضیشون سرطان مبارزه میکنه. این شیوه سرطان مثلا شیوه زندگی آدم چی بخوره چی نخوره و همینطور شیوه رفتاری آدم چقدر در معرض استراب و استرس باشه، اینا چقدر تعیین کننده است و تاثیر گذار روی سرطان. اینا رو قطعا پزشک باید جواب بده. عامل اصلی، من با یه پزشک صحبت میکردم میگفت خوردن ها اینا به کنار، نان زیاد نیست، بیشتر استرس امروز سرطان زد. بله بله خیلی خوب شده شما کردید. یه مورد دیگه، یه مورد دیگه هم مثلا ژنتیکه. دقیقا خیلی خوب شده اشاره کردید که با پزشکی هم صحبت کردید، اینا رو پزشکا بهتر میتونن بگن. اما توی بحث سرطان من تا جایی که پرسیدم از پزشکام دارم میگم، بستگی به نوع سرطان داره. در سرطان پستان یک مولتی فاکتور سرطان هستش، هم ژنتیک همونطور که اشاره کردید مؤثره، هم ممکنه یه سری تغییرات هورمونی که حالا مثلا بیشتر سرطان پستان هورمونی هست و این دیگه هیچ ربطی به خورد و خوراک و ورزش و استرس و غیره نداره. یعنی بحث خیلی جدیتر از این حرف هاست که با استرس و با تغذیه بخواد آدم مبتلا به سرطان پستان بشه. درباره بعضی سرطان های دیگه ممکنه اونا تاثیرات خودشو داشته باشه، اما چیزی که پزشک به من گفت اینه که به هر حال ورزش کردن، یک بدنی داشتن که نسبتاً میتونه مقاومت بالایی داشته باشه، میتونه به بیماری که مبتلا میشه کمک کنه دوره درمانی رو بهتر بگذرونه، نه اینکه باعث بشه که شما مثلا من به سرطان مبتلا نشم. در سرطان پستان مهمترین مسئله ژنتیک و تغییرات هورمونی هست، ولی درباره بقیه سرطان ها اجازه بدید من صحبت نکنم. حالا یک گریزی هم بزنیم، معمولا توی گفتگوها ما یک گریزی هم به جمهوری اسلامی میزنیم و توی این بحث حالا میگم چرا میخوام این گریز رو بزنم. ببینید حکومت اسلامی در ایران حالا خیلی پیامدها داشته برای اون جامعه، ما نمیتونم معنیش که بپردازیم، به همین مورد سرطان هم میخوام بپردازم. اینکه مصادره کردن، مفاهیم تازه خلق میکنن، مثلا از بکار بردن سرطان پستان پرهیز میکنن، اصلا ممنوع کردن سرطان پستان، کردن سرطان سینه. خب سینه چیز دیگر است دیگه، ممکن هم اگرم اومده توی زبان مردم بازم وام گرفته شده از این فرهنگ که جمهوری اسلامی هست دیگه، این مردم مثلا اشاره نکنم مستقیما نگم به این اندام جنسی مثلا آدم ها زنان. تو خودت با این مثلا مواجه شدی؟ بهش فکر کردی؟ چجوریه؟ آره اتفاقا خیلی نکته مهمی رو گفتین. ببینید من وقتی که روایت‌های مختلف رو درباره سرطان پستان میخوندم به زبان فارسی، سوئدی و انگلیسی، اتفاقا با همین مسئله مواجه میشدم. هشتگ هایی که وجود داشت رو سرچ میکردم، هشتگ سرطان سینه، هشتگ سرطان پستان. ببینید یک عبارت وجود داره برای سرطان پستان در زبان سوئدی بروست کانسر و در انگلیسی هم حالا بریست کانسر، ولی در فارسی
هنوز آدم ها بین حتی متخصص ها بین سرطان سینه و پستان در نوسان هستند و علتش هم برمیگرده بخشیش به همون محدودیت هایی که شما گفتین، اون آموزه هایی که به هر حال وجود داره به اینکه اسمی از پستان برده نشه، در حالی که به درستی اشاره کردید اصلا این سرطان سرطان پستانه، ربطی به سینه نداره، سینه کل این مجموعه است و حتی در مردان هم این اتفاق میفته. بسیار مهم هستش که ما تاکید بکنیم که مردان هم پستاندارن، اصلا ربطی به جنسیت نداره، در هر پستانداری این سرطان میتونه وجود داشته باشه و همین محدودیت ها، این آموزه ها انقدر به نظر من نهادینه شده در جامعه که دیگه خود آدم ها هم حتی جایی که دیگه اون الزام وجود نداره اون عبارت پستان رو به کار نمیبرن یا سختشونه به کار میبرن. حالا البته من شخصانم خیلی سخت نمیگیرم، میگم دیگه عادت کردن یه سریا میگن سرطان سینه، اجازه بدیم راحت باشن، ولی من الان متوجه هستم اونا الان فکر نکنم ما داریم به اونا سخت میگیریم، منظورمون اصلا این نیست، منظور ما اون حرف دقیق شماست که وقتی درباره مسئله ای که یکی از طبیعی ترین مسائل بدن ما هست، پستان ما هست، کلیشه های جنسیتی وجود داره و اونها بر اساس آموزه هایی که جمهوری اسلامی تولید و باز تولید کرده متاسفانه این کلیشه ها به وجود اومدن، این چقدر میتونه کار رو برای بیماران مبتلا به این بیماری سخت بکنه که حتی نتونن از پستان خودشون حرف بزنن، چه برسه اینکه بخوان دربارش بنویسن، بخوان عکسش رو منتشر بکنن. حالا شما به خود عبارتش اشاره کردید که به درستی اشاره کردید، ولی اینم اگه باب بشه شما تصور کنید این زن نمیتونه بیاد عکسی رو بذاره از خودش که عکس پستان نداشتشه، وقتی نمیتونه حتی روسریش رو برداره، وقتی نمیتونه موهاش رو به نمایش بذاره، ما چه انتظاری داریم که مسلما نمیتونه بیاد عکسش رو بذاره از سینه‌ای که دیگه وجود نداره. اصلا حتی اون ترسه به نظر من انقدر درونی شده که حتی بهش فکرم نمیکنه. اگر مبارزات زنان ایرانی با حجاب اجباری هم به نتیجه برسه، حجاب هم از سر زنها خوشبختانه به قدرت خودشون برداشته بشه، من فکر میکنم راه زیادی ما داریم تا اون کلیشه های دیگر کلیشه های جنسیتی، یکیش درباره بحث پستان برداشته بشه و همش متاسفانه برمیگرده به آموزه های به شدت تبعیض‌آمیزی که در مدارس، در سیستم های آموزشی و بهداشتی، ممنوعیت هایی که وجود داره که شما گفتی اصلا نباید پستان رو به کار ببرن، مردی که در تلویزیون میاد به عنوان پزشک میخواد نحوه شیر دادن رو یاد بده، آخه مرد باید نحوه شیر دادن رو یاد بده؟ حالا فرض کنیم که میخواد پزشک مردی باشه نحوه شیر دادن به نوزاد رو، شاید خاطرتون باشه، یاد بده، یه پستان مصنوعی گرفته اینجا و نوزاد رو گرفته زیر این پستان مصنوعی. یعنی آدم فکر میکنه که چقدر باید تحت تبعیض و ستم قرار بگیره که حتی نتونه درباره عضوی از بدنش که میتونه به یک بیماری وحشتناک مبتلا بشه هم به راحتی صحبت بکنه. دارای عزیز، بسیار سپاسگزارم، وقت تو زیاد گرفتیم، امیدوارم که در ادامه را تندرست باشی و همطوری که فامیلت هم شاده خودت هم شاد باشی همیشه. اگر در پایان خودت نکته‌ای داری میخوایی بگی بگو، البته با این پرسشی که من نخود میاسم بپرسم، الان میپرسم که چرا این دعوت رو پذیرفتی که بیایی در فضای عمومی درباره تجربه خودت صحبت بکنیم، این انتقال بدی به دیگران و صحبت پایان. منم از شما خیلی ممنونم و کار مهمی میکنید که این بحث رو شکل میدید. من پذیرفتم به خاطر اینکه نه اصلا پذیرش من یه جوری استقبال پر اشتیاق بود، به خاطر اینکه فکر میکنم ما با پدیده سرطان بیشتر از همیشه مواجه خواهیم بود،
هرچی عمر متوسط عمر آدم بالا میره به گفته پزشکا احتمال ابتلا به سرطان هم در جامعه بشری داره افزایش پیدا میکنه. در این حال خوشبختانه پیشرفت پزشکی هم باعث میشه که این بیماری قابل درمان بشه. پس این پدیده وجود داره، ما با آدمهای مبتلا به سرطان باید به عنوان پدیده هایی که واقعی هستن، مرئی هستن، مواجه بشیم، بپذیریم. در اطرافیان ما خیلی ها هستن که مبتلا هستن ولی ممکنه ما خبر نداشته باشیم یا خودشون نخواسته باشن بگن، به خاطر اینکه هم صحبت هایی که داشتیم میترسن مورد ترحم قرار بگیرن، میترسن مورد قضاوت قرار بگیرن که دیگه آدم به درد بخوری نیستن، به انزوا رونده بشن، یا حتی متاسفانه این برداشت وجود داره در برخی آدم ها هنوز که اگر کسی مبتلا به سرطان شده داره تاوان و نتیجه کارای بدی رو که خودش یا پدر و مادرش یا اجدادش کردن پس میده. این استریوتایپ ها وجود داره و من تو این دوره متوجه شدم چقدر از اطرافیان من مبتلا به سرطان پستان بودن ولی من نمیدونستم. و این پدیده نیستش که ما بتونیم مثلا بگیم خیلی نادره. اگر هم نادر بود باز باید اون آدم ها رو میپذیرفتیم که بتونیم بهترین شکل برخورد رو باشون در اون دوره داشته باشیم تا از باز تاکید میکنم از رنج های اونها کم بشه یا بهتر تاب بیارن. برای اینکه خیلی قشنگه همدلی کردن، عشق ورزیدن، مهر ورزی سخاوتمندانه برای اینکه به کسی کمک کنیم رنجی رو که داره از یک بیماری میبره تاب بیاره. من قبول کردم در این باره با شما این گفتگو رو داشته باشم، شاید بتونیم این مشعلی رو که مبتلایان به سرطان روشن کردن در صحبت کردن از بیماریشون روشن نگه داریم، همینطوری به هم دیگه بدیم این مشعل بره. چون من خودم هم اولین نفر نیستم که دارم در این باره صحبت میکنم، زیاد نیست، ولی منم این مشعل رو از دست زنهایی گرفتم که حتی بعضی هاشون دیگه تو این دنیا نیستن، زنهایی که مبتلا به سرطان پستان متاستاز شده بودن و یادش به خیر روزیتای عزیز که در سوئد هم زندگی میکرد. و همه اطلاعاتم رو از پیج اینستاگرام روزیتا درباره سرطانم گرفتم، مثلا از اونجا من فهمیدم سرطان پستان چیه. و اون زن تا آخرین روز زندگیش اطلاع رسانی میکرد در پابلیک درباره کانسر پستان. این مشعل روشن شده سالهاست که توسط آدم ها در حوزه سرطان پستان، زنان مبتلا به سرطان پستان روشن شده. شاید من بتونم این مشعل روشن شده رو که گرفتم دستم بدم به یک آدم دیگه و این کمک بکنه هم به کسانی که مبتلا هستن دوره درمانشون با رنج کمتری همراه بشه، هم به اطرافیانشون که اونها هم رنج کمتری رو تحمل بکنن، اطلاعاتشون در این زمینه بیشتر باشه، اون چالش هایی که ممکنه وجود داشته باشه کمتر بشه. و به خصوص بچه ها چون زنانی که مبتلا به سرطان پستان میشن خب خیلی هاشون ممکنه بچه داشته باشن، تو این حوزه بچه ها خیلی آسیب پذیرن و هرچی ما در این باره اطلاعاتمون بیشتر بشه کمک میکنیم که آسیبی که بچه بر اثر ابتلا مادرش به این سرطان ممکنه متحمل بشه کمتر بشه. ماتیار 7.5 سالش بود وقتی این موضوع رو فهمید، یعنی ما باهاش در میون گذاشتیم و خیلی بهش کمک کرد. من به شکل تراژیک این مسئله رو باهاش در میون نذاشتم، گریه هامو کردم، استرس هامو داشتم. وقتی با ماتیار خواستیم صحبت کنیم با آرامش به صورت یک واقعیت پزشکی این مسئله رو باهاش در میون گذاشتیم و این مسئله برای این بچه به این شکل بود که این استرابش کمتر شد، چون بچه 7.5 سالش دیگه میفهمه که بیماری چیه، مرگ چیه، و اگه باهاش صحبت نکنیم اون میره فکر و خیال میکنه و استرابش بیشتر میشه. پس توی این پروسه که متاسفانه زیاد هم داره میشه تعداد مبتلایان به سرطان پستان در جهان، هرچی که بتونیم به همدیگه کمک بکنیم برای بالا بردن دانشمون در این زمینه به نظر من میتونه مفید باشه. مصاحبه‌ای که شما میکنید از این جهت خیلی خیلی ارزشمنده، حتی اگر یک نفر هم این مصاحبه رو همون بخش اولش رو دیده باشه که من تاکید کردم خواهش میکنم پستانهاتون رو معاینه کنید، خواهش میکنم از کنار تغییراتی که در بدنتون اتفاق افتاده نگذرید، شاید بتونه برای یک نفر مفید باشه. برای اینکه خیلی از زنها متاسفانه
بدن خودشون رو معاینه نمی کنن، هراس دارن از این زمینه، می ترسن یا جدی نمی گیرن. در آخرین تحقیقی که در سوئد انجام شده مشخص شد که بیشتر زنانی که به ماموگرافی نمی رن زنان متولد خارج از سوئد هستن، یعنی زنان خارجی تبار. خب این یعنی که در برخی جوامع درباره سرطان پستان صحبت نمیشه، اطلاعات رد و بدل نمیشه، جدی گرفته نمیشه، در حالی که تاکید بر اینه که هر چه سریعتر این کار رو خودتون این معاینه رو انجام بدید، این بیماری رو کشف بکنید، چشمانداز درمانتون بهتره، متحمل سختی‌های کمتری در درمان میشید. به همین دلیل برنامه شما بسیار برنامه مهمیه و من امیدوارم که بقیه بیماران عزیز مبتلا به سرطان هم یا کسانی که این تجربه شو داشتن و الان در موقعیتی هستن که میتونن در این باره صحبت بکنن، اگر دلشون میخواد این تجربه ها رو در میون بذارن، یا با برنامه شما یا با برنامه های دیگه یا در کانال هایی که خودشون میدونن، و این ترس از سرطان رو هم از خودشون هم از اطرافیانشون دور بکنن. سرطان باید به عنوان یک هیولای تاریک چهرش شکسته بشه. من وقتی که با پدر و مادرم در این باره صحبت کردم، آروم 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 متوجه شدم که حراسشون اصلا از عبارت سرطان داره کم میشه. اوایل ممکنه یه جور دیگه ای نگاه میکردن، خب خیلی سخت بچه تحقیقاتیشون بفهمن که سرطان گرفته، ولی انقدر برخوردشون به مرور به خاطر برخورد من متفاوت شد که الان خوشحالم که این ترس رو از اینها گرفتم، تونستم دست کم از پدر مادرم تا حدودی کم بکنم و در عوض این لذت رو بهشون بدم که وقتی موهای من در اومد، اولین کسایی که به من گفتن موهات در اومده پدر و مادر من بودن. وقتی که تصویری با هم صحبت می‌کردیم، موهای من که ریخت، من متوجه شدم چه رنجی به اونا تحمیل می‌شد وقتی منو بدون مو می‌دیدن، ولی هیچی نمی‌گفتن. ولی وقتی جوونه زد موهای من، پدرم با خوشحالی گفت موهات در اومده، و الانم دونه دونه موژه‌های منو می‌شمره، میگه چشاتو ببین، موژه‌هاتو ببینم، همش در اومده. خلاصه کنم، ببخشید خیلی حرف زدم، این دوره سخت رو امیدوارم که بهش واقعا دوچار نشه هیچ کسی، و خوشبختانه با پیشرفتایی که وجود داره واکسن سرطانم تا 7 سال دیگه میاد در دسترس قرار میگیره، احتمالاً دیگه شر این بیماری کم خواهد شد از سر جهان. ولی اگر هم کسی مبتلا شد، امیدوارم بتونیم با همدلی و دست به دست هم دادن، در کنار هم قرار گرفتن، تاب بیمار و خانوادش رو برای مقابله با این بیماری افزایش بدیم، به خاطر اینکه به قول دوستان عزیز کردمون، مقاومت زندگی است. متشکر از تو خواهی باقری شاد گرامی و برقرار باشید. زنده باشید، من از شما ممنونم.